عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین شاد و سربلند و پیروز باشید. خب اجازه بدین یک کمی راجع به محتوای هنری و فرهنگی و آنچه که داره در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایرانی میگذره با همدیگه گپ بزنیم. انتخاب من مصاحبه اخیر آقای علیرضا امیرقاسمی با خانم ریحانه پارسا بوده، مصاحبه ای که در 3 قسمت منتشر شده و خانم پارسا در این مصاحبه به نکات زیادی از زندگی خصوصیش پرداخته. تحلیل آنچه که خانم ریحانه پارسا بیان میکنه برای ما به عنوان مخاطبین حرفه‌ای و حتی مخاطبین عام بسیار حائز اهمیته، چون در اون بخش‌های پنهانی و شاید بگیم که میان خطوط گفته‌های سرکار خانم پارسا مباحث و مسائلی وجود داره که اگر بهش توجه نشه ظلم شده در حق افراد دیگری که نامشون در طی اون مصاحبه آورده شده و به هر حال فرصت و مجالی هم برای دفاع نیافتن. ببینید، اول اینکه من این نکته رو بگم، آقای امیرقاسمی به عنوان یک گفتگو کننده، به عنوان یک هدایتگر برنامه، چه در قالب برنامه‌های آنکات که سالیان سال برگزار کردن، چه برنامه هایی که در سالیان قبل‌تر حتی قبل از شکل‌گیری شبکه‌های ماهواره‌ای داشتن، نشان دادن که به هر حال فرد مستعد، خلاق و ایده پردازی هستند. من اینجا بحثم نحوه مصاحبه آقای علیرضا امیرقاسمی یا اینکه چگونه ایشون مثلا سوالات رو چیده یا چارچوب ذهنی که برای این گفتگو برگزیده بوده بر چه مبنایی بوده، من اصلا راجع به این مسائل که یه بخشایش هم ورود به جنبه های تخصصی میکنه نمیخوام مسئله رو مطرح بکنم. من صرفا میخوام راجع به گفته های خانم ریحانه پارسا در این مصاحبه با شما عزیزان کمی گپ بزنم و با هم دیگه گفتگو بکنم. خانم ریحانه پارسا از یک دوران کودکی و نوجوانی صحبت میکنه که به هر حال پدر و مادر از هم جدا شدن، بعد پدر ازدواج مجددی کرده. خب شرایط احساسی و روانی که برای یک دختر خانم 13-14 ساله 15 ساله متصور هستیم اینه که آسیب‌های زیادی رو توی اون دوره ایشون داشتن. تا اینجای کار بنده هم مثل شما با ایشون همزاد پنداری میکنم و ناراحتم از این که چرا یک دختر خانوم که شاید اگر پدر و مادرش تصمیم بهتری رو برای زندگی مشترکشون میگرفتن میتونست جایگاه خیلی بهتری رو داشته باشه، یه بخشی از نوجوانیش رو در ناکامی و بی‌سرانجامی و سرگشتگی میگذره. تا اینجا بحثی نیست. بعد ایشون عنوان میکنه که به هر حال علاقمند به حوزه بازیگری بودن، به یک مدرسه بازیگری رفته بودن و در جریان دوره تحصیلشون، یعنی زمانی که حدودا 15-16 ساله بودن، خانم نورا هاشمی دختر سرکار خانم گلاب آدینه و جناب آقای مهدی هاشمی هست. خانم نورا هاشمی که از قضا همسرشون هم جناب آقای سیاوش اسدی، البته همسر سابقشون، ایشون هم کارگردان سینما بودن، برای یک پروژه‌ای که همسرشون می‌خواستن کارگردانی بکنه به مدارس بازیگری و نمیدونم کانون‌های اینچنینی سر می‌زدن و از قضا به سراغ مدرسه‌ای که خانم ریحانه پارسا، اون دختر خانم 15-16 ساله درش درس می‌خونده، هم ورود پیدا می‌کنن و حالا از خانم پارسا خوششون میاد. ریحانه پارسا تو اون مقطع زمانی هم هیچ تجربه هنری رو پشت سر نگذاشته بوده، ولی حالا میمی که چهره بوده یا نوع برخوردی که داشته، مواجهه‌ای که باهاش داشته، اون انرژی که ازش گرفته، باعث شده که خانم نور هاشمی ریحانه پارسا رو برای نقش مورد نظر فیلمی که همسرش بنا بوده کارگردانی بکنه انتخاب بکنه. خب خانم ریحانه پارسا دعوت میشه به دفتر اون فیلم، با کارگردان صحبت میکنه، با تعدادی از پرسنل مجموعه آشنا میشه و ایشون میگه که در گذر این اتفاق کارگردان، یعنی آقای سیاوش اسدی، آرام آرام سعی میکنه به ریحانه پارسای مثلا 15 ساله نزدیک بشه. میگه خب پیام هایی که برام میفرستاد، دایرکت هایی که بهم میداد و صحبت هایی که بهم میکرد، یعنی که مثلا من حواسم بهت هست و من مراقبتم و مسائل این چنینی.
میگفت خب من اون موقع بچه بودم و نمیفهمیدم که پشت این صحبت‌ها و پشت این واژگان چیه. ببینید عزیزان، این خیلی اپیدمی شده. ما حتی در جریان انقلاب هم بسیاری از هنرمندان و چهره‌های محبوب هنری رو میبینیم که میگه آقا ما اون موقع 26 7 سالمون بود، بچه بودیم، حالیمون نبود، نمیفهمیدیم داریم چی کار میکنیم. چگونه ممکنه یک مرد و یک بانوی 26 7 ساله در سال 1357 یک کودک یا یک آدم جاهلی بوده که با وجود اینکه همسر داشته، فرزند داشته، مثلا فرزنداش به سن مدرسه رسیده بودن، ولی این آدم خام و نپخته بوده و نمیدونسته داره چی کار میکنه. این همه بهانه است. ایشون هم میگه که من اون موقع بچه بودم، نمیفهمیدم که منظور این آقا چیه. ما میگیم اوکی، شما در زمانی که ایشون برای شما دایرکت ارسال میکرده تا اونجاش متوجه نبودید که چه نیت سوی رو آقای کارگردان یا آقای سیاوش اسدی داره. این که من نام آقای سیاوش اسدی رو میارم دلیل دارم، بعد در ادامه راجبش بهتون توضیح خواهم داد. و یکی از مهمترین نقدام به مصاحبه آقای امیر قاسمی این هستش که ایشون به صورت کاملا حساب شده و مدیریت شده به دنبال این بودن که ماجرایی که خانم پارسا میخواد تعریف بکنه رو با همه جزئیات برای مخاطبینشون ثبت بکنه. اما وقتی شما با جزئیات میخوای مصاحبه رو ثبت بکنی، یک سری پرسش های بعدی هم باید مطرح بشه در اون زمین. خب خانم پارسا میگه بعد آرام آرام الفاظی که در این دایرکت ها رد و بدل میشد عاشقانه شد، جنس دیگری پیدا کرد و بعد به مرحله میرسه که آقای سیاوش اسدی یک بار در ساعت مثلا نیمه شب به ایشون میگه که شما بلند شید ساعت 4 صبح، یه دختر 16 ساله، میگه ساعت 4 صبح بلند شو بیه دفتر، کار داری. خب دیگه عزیزم، شما اگر از ضریب هوشی، خیلی عذر میخوام، یک میمون هم برخوردار باشی میفهمی بعد از اون پیام‌های عاشقانه و دایرکت ها و چت های خصوصی وقتی کارگردان میگه 4 صبح بلند شو بیا دفتر من، احتمالاً قرار نیستش که مثلا اتفاق عجیبی بجز آن چیزی که در همون چت ها و دایرکت ها رد و بدل شده رو برای شما به منصه ظهور برسونه. خانم پارسا هم در همون دوره، در همون سنین 15-16 سالی که ایشون ساعت 7 و 8 صبح بنا داشته که بره امتحان بده، 4 صبح ماشین میگیره و میره دفتر آقای اسدی. ایشون میگه به محض اینکه من وارد دفتر شدم، آقای اسدی به من نزدیک شد، بنده رو به آغوش کشید، من رو بوسید و من اصلا هول شده بودم، نمیدونستم کجام، نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. حالا جالبه، بعدها البته خانم پارسا وارد عرصه و جرگه جنبش میتویی ها هم میشه و البته اینها هم بودن که جنبش میتو رو در ایران به گند کشیدن. خانم محترم، شما وقتی 4 صبح بلند میشی میری دفتر کارگردان سینما که از قضا در دفعات قبلی به پیام‌های عاشقانه‌ام داده بوده و تو هم خوشت اومده بوده، تو هم حس خوشایندی از این پیام‌ها میگرفتی و الان میتونستی بگی آقای محترم شما همسر دارید، همسر شما من رو انتخاب کرده، من اصلا نمیتونم به نورا هاشمی که سرنوشت من رو در عرصه بازیگری تغییر داده خیانت بکنم. ولی ایشون میره و خودش رو هم به اون را میزنه کاملا که آقا من اصلا در جریان نبودم چه اتفاقی داره میفته. تا اینجای قضیه هم میگیم که خب اوکی، خانم ریحانه پارسا وارد دفتر کارگردان سینما شده، دختر 15-16 ساله بیپناه، کارگردانم آمده به ایشون نزدیک شده، به ایشون تعرض کرده به نوعی، حالا تجاوز شاید نشه اقدامی که ایشون انجام داده بود رو اسم تجاوز روش بگذاریم، ولی حداقلش اینه که تعرضی رو نسبت به خانم ریحانه پارسا داشته. و خانم پارسا اون لحظه در اون ساعت در اون دقیقه هول شده بوده، شوک شده بوده، نمیتونسته حرفی بزنه، چیزی هم نگفته، اون آقام کار خودش رو انجام داد. ولی دوست عزیز، چرا ادامه پیدا میکنه؟
از اینجا به ما یک پیامی داره ارسال میشه. پیامی که ما دریافت میکنیم چیه؟ پیامی که ما دریافت میکنیم اینه که شما اتفاقا بسیار هوشمندانه، بسیار آگاهانه و از روی آگاهی، اختیار و اراده سالم خودت یک معامله ای رو در ذهن خودت منعقد کرده بودی. اون معامله چی بود؟ این بود که آقا به هر ترتیب آرزوی من بازیگر شدنه. این آدمم در باغ سبز به هم نشون داده که من تو رو بازیگر آنچنانی میکنم، نقش اول فیلمم رو میخوام به تو بدم و اینا، ولی تو هم با من باش. و شما در اون معامله ذهنی کاملا پذیرفته بودید که تن به خواسته های ایشون بدید و در قبال اون هم آینده خودتون در فضای سینمای کشور رو تضمین بکنید. پس یک توافق دو سویه رخ داده. اینکه کسی به شما تجاوز و تعرضی بکنه، حتی من اسم تعرض رو میگذارم، ما میگیم بار اولش تعرض بوده، در مراحل بعدی که دیگه تعرضی هم وجود نداشته، چون شما کاملا میدونستی که چه اتفاقاتی میفته در دفتر کارگردانیشون، میدونستی زمانی که شما رو تنها میخواد در دفتر چه نیتی رو دنبال میکنه، همه اینها رو شما در جریانش بودی دیگه. خب حالا فرض کن که شما بار اول رفتی دچار این اتفاق شدی، در بارها و مراحل بعدی به گفته خود خانم ریحان پارسا مجددن این اقدامات تکرار میشه، حتی کار به جایی میرسه، چون پرسیده شد ازشون دارم عرض میکنم، حتی کار به جایی میرسه و به مرحله میرسه که اینها برهنه میشدن، با همدیگه همبستر میشدن، اما حالا به گفته خانم پارسا بکارت ایشون در اون مرحله همچنان پابرجا بود و رابطه به نوعی، حالا اگه بخوام اصطلاح حقوقی و فقهیش رو به کار ببرم، رابطه مادون زنایی بین اینها شکل می گرفت، نوعی مزاجعه در اصل شکل می گرفت و تقبیل. مزاجعه یعنی هماغوشی، تقبیل یعنی بوسیدن. و خب اون آقا به همین شکل خودش رو ارضا می کرد و خانم پارسا هم میگه من تازه یه احساساتی رو هم، یه حسایی رو هم نسبت به اون آدمه بالاخره پیدا کرده بودم، بعد از اون همه شیرینکاری و اون همه اظهار محبت کردن، بالاخره منم یه کمی دلم لرزیده بود دیگه. و این تناقضگوییه در طی مصاحبه بارها و بارها از سمت خانم ریحان پارسا به چشم میخوره. ایشون پس از بیان روایتش میگه من فقط الان تعجب و سوالم اینه که چرا آقای سیاوش اسدی یک کلمه نیومده دفاع بکنه از خودش. یعنی بعد از این که من اومدم در قالب جنبش میتو این حرفا رو زدم، که البته بهتونم بگم یکی از دلایلی که باعث جدایی خانم نور هاشمی با فرزند خردسالش از همسرش یعنی سیاوش اسدی بود، همین حرفایی بود که خانم پارسا زده. خانم ریحان پارسا، این که شما بخوای زندگی یه آدم، من اصلا کاری به سیاوش اسدی ندارم، من میگم سیاوش اسدی اصلا خطاکار، ولی شما میدونستی که با بیان این حرف ها زندگی نور هاشمی رو داری مزمحل و ویران میکنی، و تازه ای کاش حداقل به شما تعرض و تجاوزی شکل گرفته بود که ناخواسته بود، تا یک قالب دفاعی جملات و عبارات شما پیدا میکرد. شما با طرف رابطه داشتی، رابطت هم محدود به یک بار و دو بار و سه بار نبوده، حتی میگی در ادامه بعد از این که ما حتی کات شد، اون فیلمی که بنا بود ساخته بشه هم ساخته نشد، بعد از اون حتی در دوره‌ای که شما دچار افسردگی حاصل از بی‌نتیجه بودن اون پروژه سینمایی شده بودین، میگید این آقا با من تماس تصویری میگرفت و ارتباط تصویری با من برقرار میکرد و اونجا باز خودش رو ارضا میکرده. یعنی بنابراین شما رابطتون همچنان بوده، حتی در قالب چت تصویری. به هر حال ایشون مثلا احتمالاً با دیدن صرفاً چهره شما که دوچار اون حالات نمیشده، از قضا اون تصویری که بین شما رد و بدل میشده حائز ویژگی ها و واجد شرایطی بوده که این فرد رو به نوعی به مرحله ای از انزال میرسون. خب
حالا شما در قبال نور هاشمی چرا خیانت؟ شما چرا به نور هاشمی خیانت کردی؟ شوهرش آدم بدی بوده، مرد نادرست و نامناسبی بوده، آدم بی اخلاقی بوده، آدم خیانتکاری بوده، تو چرا به نور هاشمی خیانت کردی؟ سوالی که علیرضا امیرقاسمی در این برنامه باید میپرسید و نپرسید این بود که خانم ریحان پارسا، شوهر خانم نور هاشمی مرد بد، خیانتکار، دروغگو، اصلا متجاوز، تو چرا به نور هاشمی خیانت کردی؟ ضمن این که وقتی شما نه شکایتی مطرح کردی در پیشگاه دادگاه، یه عبارتی هم این بعضی از این دوستان جنبش میتویی یه عبارتی جمله دارن، خیلی جمله جذابیه، آقا میرفتیم شکایت هم میکردیم که کار به جایی نمیرسید. نه عزیزم، اگر شما شکایت میکردین و دست خودتون در اون رابطه آلوده نبود، رسیدگی میشد و در صورت اثبات علیه اون فرد هم حکم صادر میشد. اما چرا شما شکایت نکردین؟ چون اگر میرفتین شکایت میکردین و بعد مشخص میشد که رابطه شما یک رابطه مبتنی بر رضایت دو طرفه بوده، و وقت قاضی مجبور بود که در صورتی که رابطه زنای شکل گرفته بود حکم حدی خودش رو جاری بکنه و در غیر اون صورت هم مجازات تعزیری رو بهش حکم بده که دیگه تا 99 ضربه شلاق تعزیری است. بنابراین شما ها اگه نرفتید شکایت بکنید، مشکلتون این نبوده که کسی رسیدگی نمی کنه، مشکل شما این بوده که خودتون هم گرفتار میشید و دلیل گرفتاریتون هم اینه که اون آدمه از روی عنف و اکراه، از روی اجبار شما رو وادار نکرده به اون رابطه. شما کاملا حساب شده و معامله گرانه و منفعت جویانه به سراغ اون رابطه رفت. حتی اگر شروع کننده اون رابطه نبودید، اما ادامه دهنده اون رابطه در اون مسیر بودید. بعد شما اسم این آقا رو دارید میارید، مثلا حالا الان آبروی آقای سیاوش اسدی رو بود، نه شکایتی کردی، نه یه فیلم و عکس منتشر کردی، خب حداقل میامدی میگفتی آقا باورتون نمیشه من راست میگم، این دایرکتایی که ایشون داده، این پیامایی که ایشون داده، این صحبتای آقای سیاوش اسدی، این فایل صوتی که ایشون به من نمیدونم فلان پیشنهاد بی‌شرمانه رو داده، اینا رو تو فضای مجازی منتشر میکردی، اصلا نیازی نبود حالا شما حتما بری شکایت کنی، دلت هم نمیخواست شکایت بکنی. شما بدون هیچ سند و مدرکی یک آدمی که شاید خیلی از ما هم نشناسیمش، اصلا ندونیم واقعا آدم این کاره هست یا نیست، اومدی اسم یه آدمی رو میاری. و جالبه که آقای امیرقاسمی عملا حریم خصوصی آدم‌های دیگری که در اون مصاحبه شرکت نکردن رو هم داره به چالش میکشه. بله، شما به عنوان فردی که مهمون این رو دعوت کردی در برنامه بیاد، میتونی سوالاتی رو راجع به زندگی خصوصیش بپرسی و اون هم اگه دوست داشته باشه جواب شما رو میده. اما وقتی که شما راجع به زندگی و یا بخش‌های خصوصی یا حریم خصوصی افراد دیگری که نه امکان حضور در برنامه شما رو دارن، نه اصلا در جریانن که چه اتفاقی داره رقم میخوره، وقتی که وارد اون پروسه میشی و این سوالات رو مطرح میکنی و بارها بارها تأکید میکنی که با همه جزئیات بیان بشه، در صورتی که خانم پارسا هیچ سند و مدرکی هم برای ارائه نداره، خب این یعنی اتهام زدن بیمورد. نکته چیه؟ با توجه به اینکه اتفاقا چند تا از دوستان دیشب از سلبریتی ها حمایت میکردن که خب اینا کارشون اینه، مثلا تبلیغات هم بخشی از کار سلبریتی هاست، این که رفتن کوروش کمپانی رو تبلیغ کردن ایرادی نداره که، ما نمیتونیم ایرادی رو متوجه اینها بکنیم. اتفاقا منم همینو میگم، منم میگم که یه بخشی از فعالیت سلبریتی ها تبلیغاته. این تبلیغات میتونه تبلیغات مثبت باشه، میتونه تبلیغات منفی باشه.
میدونید میتونه در چارچوب ارائه یک محصول تجاری باشه، میتونه در چارچوب حضور در یک مشارکت سیاسی باشه. و اینها پول میگیرن و این تبلیغات رو انجام میدن. یعنی اگر ما بخوایم با این دیدگاه بریم جلو، خب خانم پارسا ممکنه یه بابای با آقای سیاوش اسدی مشکل داشته، گفته من اینقدر بهت پول میدم یا فلانجا ساپورتت میکنم، تو بیا این حرفا رو، این مهملات رو پشت سر سیاوش اسدی بگو. من اصلا اینجا در مقامی که بخوام از سیاوش اسدی دفاع بکنم نیستم، و من میگم که ما وقتی که جنبش میتو در ایران به پایان رسید، دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که یه سری آدم افتاده بودن به جون همدیگه. یارو میگه آقا بقال سر کوچه ها به من تجاوز کرده، اون یکی میگه آقا آبدارچی شرکتمو به من تجاوز کرده. یعنی توی پروسه زمانی شما شاهد این بودید که در ایران همه به هم تجاوز کرده بودن. یعنی همه، ما با یک جامعه پر از متجاوز و پر از قربانی طرف بودیم. تمام خانم هایی که داشتن در فضای ادارات خصوصی و دولتی و خصولتی و کجا زندگی میکرد فعالیت میکردن، اینا بهشون تجاوز شد. یعنی شما اگر توییتر رو باز میکردی که الان اسمش شده ایکس، فقط توییت هایی رو میدیدی که راجب اینه که آره آقا من سوار تاکسی شدم، فلانی بهم بد نگاه کرد، راننده بهم چپ نگاه کرد، این یکی به من دسترازی کرد تو محل کارم، اون یکی اومد فلان کار کرد. همش شده بود این موضوعات. چرا الانی؟ چرا الان نمیان این مسائل رو مطرح کنن؟ چرا فقط توی بازه زمانی؟ و من نمیگم که ما جامعه سراسر تمیز و سالمی داریم، من نمیگم که این اتفاقات در سطح جامعه ایران نمیفته، که حتما میفته، در همه جای دنیا ممکنه رخ بده، در ایران ممکنه در شرایط فعلی حتی پررنگتر از قبل یا پررنگتر از کشورهای دیگه هم رخ بده. اینجا میگم من اصلا در مقام دفاع نیستم، ولی وقتی یه موجی را میفته شروع میکنن همه یه سری چیزها رو گفتن. من میگم که آقا وقتی که شما در یک جو و یک جریان و یک هیجان زدگی جمعی شروع میکنی به اعترافات مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن یا مورد تعدی قرار گرفتن، این یعنی ممکن شما داری دروغ میگی. چون اگر شما راستگو هستی، چون الان که دیگه کمتر راجع به این حرفا داره پستی منتشر میشه، محتوایی منتشر میشه، چرا الان نمیایید اعتراف بکنید؟ یعنی دیگه تموم شد؟ یعنی دیگه الان کسی به دیگری دسترازی نمیکنه، به دیگری تجاوز و تعدی نمیکنه، که دیگه ما هیچ قرائت و روایتی از این موضوعات در فضای مجازی نمیبینیم؟ همه آدمهای خوب و سالم و پاکی شدن و فقط مثلا توی بازه زمانی 6 ماهه همه داشتن به هم تجاوز میکردن و روایتاشون داشت در میومد. پس ببینید اینها همه یه کدهایی است که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. اتهام زدن به آدمها، قضاوت ناسواب کردن دیگران، به صرف اینکه خانم ریحان پارسا اومده در ترکیه، در آمریکا، در اروپا یه مصاحبه ای میکنه، ریحان پارسا که وحی منزل رو که به شما عزیزان ارائه نمیده، ایشون داره از نگاه خودش متناسب با منافع خودش و به شکلی که بتونه خودش رو مبرا بدونه از اون اتفاق ناگوار و ناسوابی که رخ داده، میاد یه حرفایی رو میزنه. مخاطب باید عاقل باشه. من میدونم شما بعد از خیلی از شما شاید بعد از دیدن مصاحبه آقای امیر قاسمی با ریحان پارسا گفتید عجب آدمه به درد نخوری این سیاوش اسدی، چقدر بعدی آدم پلید باشه، چطوری تونستی این دختر معصوم و پاک رو به این روزگار دوچار کنی؟ اون هم خانم ریحان پارسا که بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردند گفتن من عبایی ندارم که حتی در یک فیلم سکسی هم بازی بکنم. خب ما با چنین پدیده‌ای مواجهیم. حالا اینکه ایشون بخوان چه ارتباطاتی رو یا چه مناسباتی رو در زندگی شخصشون داشته باشن به خودشون مربوطه. اما نکته اساسی اینه که آدم‌های این چنینی
زمانی که میبینن منافعشون تأمین نشده تازه شروع میکنن به افشاگری، اونم چه افشاگری؟ افشاگری از یک ارتباط خصوصی، نه از یک تجاوز، نه از یک تعدی. منتها دلشون میخواد اون رو در قالب تجاوز عنوان بکنن تا همزاد پنداری مخاطبینشون رو داشته باشن. بعد ایشون میگه که واقعا من نمیفهمم چرا مثلا امثال خانم ترانه علی دوستی یا دیگران، که حالا البته فکر میکنم ایشون خیلی هم نام نبردن، ولی منظورشون همون کمیته‌ای بودن که ایجاد شده بودن برای پیگیری وضعیت سینماگرانی که تحت تجاوز بوده. میگه چرا اینها به موضوع من نپرداختن؟ چون عزیزم شما مورد تجاوز قرار نگرفتی، شما یه رابطه‌ای داشتی، رابطت به هم خورده، رابطت هم مبتنی بر برد برد بوده، یعنی شما یه چیزی رو داشتی ارائه میکردی، اونم قرار بوده که یه امکاناتی رو به شما اختصاص بده که حالا اون امکانات نشده، نتونسته، یا هر اتفاقی باعث شده که اون اتفاقی که باید رخ نده. و بعد شما شروع کردی حاشیه سازی کردن، زندگی خوی خانواده رو متلاشی کردن. چرا؟ چون خودت هم خانواده نداشتی، خودت هم از کودکی یک زندگی پر از تلاطم و پر از گرفتاری رو سپری کرده بود. پس عزیزان ما حواسمون باید خیلی جمع باشه ها، این گونه نباشه که ما فکر بکنیم هر کی هر چی گفت، یا اگر در شرایطی بیان کرد که خیلی مظلوم و معصوم به نظر رسید، حتما داره درست میگه. اینجاست که سواد رسانه‌ای باید به کار ما بیاد. بریم مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم، ببینیم مثلا اون آدمی که ایشون داره اسم میبره کیه، چیه، چی کاره است، یا چه اسناد و مدارکی مبنی بر ورود اتهام به ایشون ما میتونیم پیدا بکنیم، در دسترسمون قرار بگیریم. ولی همین جوری که من میتونم الان بشینم بگم که آقا بقال سر کوچه ما آدم بدیه، اون یکی میتونه بگه نمیدونم فلانی که همتون میشناسید آدم خوبی نیست، چون یه بار از کنار من رد شد، سلام کردم جواب نداد. پس بنابراین حواس ها باید خیلی جمع باشه و ما بدونیم که داریم چی کار میکنیم. در هر صورت دلم میخواست که راجع به تحلیل مصاحبه آقای علیرضا امیرقاسمی با خانم ریحان پارسا برنامه رو براتون تولید بکنم، و جدای از اون حتما مصاحبه های بعدی، به ویژه مصاحبه که با آقای فرخ نژاد دارن رو بعد از اینکه دیدم و احیانا تحلیلی نسبت به اون مصاحبه داشتم، باز میام باهاتون در میون میگذارم در قالب یک برنامه جدید. بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک.